بررسی های انجام شده نشان می دهد تعداد مقاله هایی که علیه دین اسلام و مسلمانان در رسانه های مختلف غربی در 20 سال اخیر منتشر شده به صورت سیستماتیک انجام شده است. این اقدام به بهانه آزادی بیان صورت گرفته، اما از طرفی پایمال شدن و هتک حرمت اسلام و مسلمانان به شمار می رود. دیدبان مبارزه با افراطگرایی و تروریسم در دانشگاه الازهر مصر با انتشار گزارشی جامع به بررسی دقیق تعداد مقاله های منتشر شده علیه اسلام و مسلمانان در رسانه های غربی در 20 سال اخیر پرداخته است. در این گزارش آمده رسانه های غربی در طول 20 سال گذشته 784 هزار مقاله علیه مسلمانان و اسلام منتشر کردند. دیدبان مبارزه با افراطگرایی و تروریسم الازهر با استناد به مطالعه و تحقیقات صورت گرفته توسط دو پژوهشگر رسانه‌ای غربی نوشت، مطالعه اریک بلیچ و مورتینز وندیرون نشان می‌دهد که بیش از 784 هزار مقاله مطبوعاتی منتشر شده در طول 20 سال مسلمانان را مورد هدف قرار داده است. بر همین اساس 256 هزار مقاله منتشر شده در ایالات متحده آمریکا، 528 هزار مقاله در انگلیس، کانادا و استرالیا بین سالهای 1996 و 2016 میلادی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. گفتنی است تصویر مسلمانان به صورت سیستماتیک در مقایسه با سایر اقوام در این مقاله ها مخدوش شده که این مسئله به احساسات خصمانه علیه آنها افزوده است و بر شرایط زندگیشان در کشورهای غربی تأثیر منفی گذاشته است. این مطالعه بین پوشش منفی و آسیب هایی که به مسلمانان وارد آمده و سیاست های خسارتبار به آنها ارتباط برقرار کرده است. این پژوهشگران بر این باورند که اعتراف به پوشش رسانه‌ای منفی سیستماتیک علیه مسلمانان و اسلام و سپس بررسی آن مسئله ضروری برای مبارزه با اسلام حراسی است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.